سلام، سینا تقوی هستم. میپردازیم به تدریس درس 24 آموزش زبان آلمانی. درس 24 درس آخر این مجموعه هم هستش. حتما کانال یوتیوب سابسکرایب بکنید و هر سوالی که داشتید در کامنت ها بپرسید. کنجکتیو 2، التزامی یا شرطی نوع دوم. در درس قبلی گفته شد که وجه شرطی یا التزامی در زبان آلمانی به دو صورت انجام میشه. التزامی نوع اول یا کنجکتیو 1 در درس قبلی کامل همراه مثال توضیح داده شد و تدریس شد. اما نوع دوم یا کنجکتیو 2 که برای ساختن جمله های شرطی، خواهشی، غیر واقعی، آرزویی و جمله های مقایسه‌ای کاربرد داره استفاده میشه. در این درس گفته خواهد شد. در این بخش با عنوان جمله های شرطی آشنا میشید. فرشتین کنجکتیو چوکتوغن. نکته مهم، ساختار گرامری کنجکتیو 2 یعنی شرطی نوع دوم از ماضی مطلق هستش، یعنی از پرتریتوم ساخته میشه و همچنین افعال در حالت شرطی تغییر میکنه و صداهای آ، او و او به املاوت تغییر میکنند. برای مثال پرتریتوم ماضی مطلق و کنجکتیو 2. پرتریتوم ارفلوگ زا فور ورده اوند وار. عامل کنجکتیو 2 به این صورت نفعال گفته میشه. Er flüge, er sehe, führe, würde und wäre. صرف افعال برای کنجکتیو 2. Lernen, یاد گرفتن, kaufen, خریدن, lesen, خوندن, fahren, حرکت کردن, sein, بودن, haben, داشتن, werden, شدن. که به این صورتی که اینجا نوشته شده هستش که در درس قبل هم کامل گفته شد. صرف افعال کمکی یا مودال وربن mögen, können, dürfen, sollen, müssen, wollen و lassen که اینها برای کنجکتیو 2 صرف شدن. برای استفاده درست از این گرامر پیشنهاد میشه که این دو جدول رو حتما حفظ باشید. مثال ها برای این گرامر: Wenn ich mich gesehen hätte, hätte er mich begrüßt. اگه اون من رو دیده بود، به من سلام میکرد. Wenn die Preise nicht so hoch wären, hätte er mir angekauft. اگه قیمت ها اینقدر گرون نبودن، اون حتما پیش خرید میکرد. نکته مهم، وقتی که قبل از کما فعل باشه، بعد از کما فعل قرار میگیره. در اینجا قبل از کما هته هست، فعل هست، پس بعدش هم فعل قرار میگیره. دوباره هته قرار گرفته. در مثال دوم wären هست، در اینجا هم بعد کما هم بازم فعل هست که میشه hätte. مثال سوم wäre er gesund wäre jetzt bei der Arbeit. اگه اون سالم بود الان سر کار می بود. hätte er viel Geld wäre er jetzt nicht hier. اگه پول زیادی داشت viel Geld یعنی پول زیاد er jetzt nicht hier الان اینجا نبود. شرطی در وضعیت زمان حال و آینده Präsens und Futur Beispiele. ساختار گرامری کنجکتیو 2 برای زمان حال و آینده ساده یکی هستش. بیشترین فرم های مرسوم با استفاده از فعل würden هستش و همراه با حرف شرط wenn به معنی اگه. همیشه جمله اول در این مثال ها فرم قدیمی تر هستش. بزوخت اقدیش برشه اخت بوش از سبوک. اگه تو رو ملاقات بکنه کتاب ها رو برمیگردونه. حالا با ون میگیم ون اختیش بزوخن ورده ورده ای بوش از سبوک بگنگن آند ورده اختیش بزوخن ورده اختی بوش از سبوک بگنگن. اگه تو رو ملاقات بکنه کتاب ها رو برخواهد گرداند یا برمیگردونه. مثال دوم لکت اختن Grundstein des Hauses bekäme er den Kredit. اگه پای ساختمون رو بذاره وام دریافت میکنه. Wenn er den Grundstein des Hauses legen würde, würde er den Kredit bekommen. Und würde er den Grundstein des Hauses legen, würde er den Kredit bekommen. اگه پای ساختمون رو بذاره وام رو دریافت خواهد کرد. با ورده گفته شده.
شرطی در ماضی مطلق، ماضی نقلی و ماضی بعید. کنجکت 2 برای زمانهای ماضی مطلق، ماضی نقلی و ماضی بعید هم کاربرد داره و به یک شکل ساخته میشه. فرم افعال wären و hätten و عمدتاً همراه با حرف اضافه wenn به معنی اگه کاربرد بیشتری داره و با عبارت‌های hätte gekauft und wäre gekommen استفاده میشه. Zum Beispiel: Er kam nicht zum Kongress. اون به همایش نیامد. این ماضی مطلق هستش. Er ist nicht zum Kongress gekommen. این میشه ماضی نقلی. اون به همایش نیامده است. ماضی بعید: Er war nicht zum Kongress gekommen. اون به همایش نیامده بود. Konjunktiv 2 به این صورت بیان میشه. Wenn ich an seine Stelle wäre, wäre ich zum Kongress gekommen. اگه من به جای اون بودم، به همایش می اومدم. مثال دوم: Er kaufte das Buch nicht. اون کتاب رو نخرید. میشه ماضی مطلق. Er hat das Buch nicht gekauft. اون کتاب رو نخریده است. ماضی نقلی: Er hatte das Buch nicht gekauft. اون کتاب رو نخریده بود. ماضی بعید. Konjunktiv 2: Wenn ich an seiner Stelle wäre, hätte ich das Buch gekauft. اگه من به جای اون بودم، کتاب رو می‌خریدم. ماضی مطلق، نقلی و بعید مجهول یا پاسیو. Konjunktiv 2 برای حالت‌های مختلف مجهول هم به صورت مشترک کاربرد داره. در این حالت مجهول عمدتاً با شرطی بودن فعل یعنی wäre وردن جمله مطرح میشن و حرف شرط wenn هم به کار میره. Zum Beispiel: Er wurde in der Sitzung kritisiert. اون در جلسه مورد انتقاد قرار گرفت یا واقع شد. مجهول برای ماضی مطلق: Er ist in der Sitzung kritisiert worden. او در جلسه مورد انتقاد واقع شد. مجهول برای ماضی نقلی یا پرفکت: Er war in der Sitzung kritisiert worden. مجهول برای ماضی بعید. Konjunktiv 2 به این صورت مطرح میشه. Wenn ich er wäre, wäre ich nicht in der Sitzung kritisiert worden. اگه من اون بودم، er و مذکر بودم، در جلسه اینقدر مورد انتقاد قرار نمی گرفتم یا واقع نمی شدم. پس جمله آخر که مشکی هستش میشه Konjunktiv 2 برای پاسیو یا مجهول. مثال دوم: Der Film wurde bei ihm angeschaut. فیلم نزد او تماشا شد. مجهول برای ماضی مطلق: Der Film ist bei ihm angeschaut worden. فیلم نزد او تماشا شده. مجهول ماضی نقلی: Der Film war bei ihm angeschaut worden. مجهول برای ماضی بعید. جمله آخر که مشکی هستش میشه Konjunktiv 2: Bei uns wäre sein Film nicht angeschaut worden. نزد ما چنین فیلمی تماشا نمی‌شد. Konjunktiv 2. یک مرور با هم می‌کنیم. برای ساختن جمله شرطی از نوع شرطی نوع دوم Konjunktiv 2 استفاده میشه. این گونه جمله در زبان فارسی که با واژه اگه و در زبان آلمانی با واژه ون ساخته میشن. ولی در زبان آلمانی میشه حرف شرط رو هم حذف کرد و به جای اون فعل اصلی رو در اول جمله شرطی به کار برد. بیشتر این فرم شرطی با افعال wären، hätten و würden هستن که برای همشون مثال زده شد و کامل هم توضیح دادم. در زمان حال یا پرزنس عمدتاً از شرطی خود فعل برای با کمک فعل würden استفاده میشه و جمله شرطی میشه. در زمانهای گذشته و مجهول یا پاسیو بیشتر از افعال wären، hätten و würden استفاده میشه. میپردازیم به چند تا از کاربردهای Konjunktiv 2. Egale oder nicht Wirklichkeitssätze، جمله های تصوری یا تخیلی و غیر واقعی. Wunschsätze، جمله های آرزویی. Bedingungssätze، جمله های شرطی. Vergleichssätze، جمله های مقایسه ای. Höflichkeitssätze، جمله های مؤدبانه یا محترمانه. این دایرکت رده، نقل قول غیر مستقیم،
که در درس قبلی در درس 23 گفته شد، به زندق فعله، شرطی در موارد خاص. پایان درس آخر، این درس 24 اورش زبان آلمانی، حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید و هر سوالی که داشتید در کامنت ها بپرسید. تا دوره های بعدی، خدا نگهدار.